سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید بر متکثر و خشونت گریز بودن جنبش سبز تاکید کرد. تا دقایقی دیگر با اخبار شنبه 28 خرداد ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با ما باشید. و اما مهمترین عناوین خبری امشب: تأکید بر انکار ناپذیر بودن جنبش سبز، اعتراف به نقش مخرب رسانه ملی در حوادث پس از انتخابات، انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، مراسم سوم هدا صابر با حضور مردم و نیروهای امنیتی و اعلام اعتصاب نامحدود 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 اوی. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما بینندگان محترم شبکه رسا. با اخبار شنبه 28 خرداد ماه در خدمت شما هستم. دکتر اردشیر امیر ارجمند گفت جنبش سبز متکثر و خشونت گریز است. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با تشریح ویژگی‌های جنبش سبز و تاکید بر پرهیز از خشونت و حرکت‌های رادیکالی و گزینش راه‌های مسالمت‌آمیز، جنبش سبز را یک جنبش متکثر خواند و گفت وظیفه ما این است که قدر مشترک مطالبات را مشخص کنیم. به گزارش وبسایت خبرنگاران سبز، امیر ارجمند تاکید کرد آنچه در این مدت گذشت نشان داد ما جز برگزیدن راه مبارزه استراتژیک مسالمت‌آمیز راه دیگری نخواهیم داشت. جنبش سبز نشان داد که می‌تواند علی‌رغم شدت و وسعت مطالبات به دنبال دسترسی فوری به دموکراسی نباشد. مشاور ارشد میرحسین موسوی که در دانشگاه MIT آمریکا سخنرانی می‌کرد در ادامه افزود ما با دو چالش مواجه هستیم. چالش اول سرکوب طرف مقابل و تشویق مبارزان به برگزیدن راه‌های رادیکال بود. خشونت‌گرایی طرف مقابل نیروهای حساس و خصوصاً جوانان را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا مقابله به مصر کنند. قانع کردن این قشر برای ادامه حرکت مسالمت‌آمیز چیزی است که ما با آن مواجه هستیم. چالش دوم طولانی شدن مبارزه است. طولانی شدن حامیان مبارزه را به این فکر می اندازد که به دنبال راه های سریع تر باشند، زیرا صبر مبارزین تمام می شود. ارجمند تصریح کرد آنچه امروز ایران بدان نیاز دارد قوه ابتکار جوانان ماست. ما باید تاکتیک های متعددی را انتخاب کنیم و از امتحان تاکتیک های متعدد نترسیم و از جو ایجاد شده توسط طرف مقابل که موفق شدند و یا موفق نشدند نترسیم. ما معتقدیم که دموکراسی پایدار به جز طریق مبارزه مسالمت‌آمیز تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین ما چاره‌ای نداریم و ما موفق خواهیم شد. جنبش سبز زنده و انکارناپذیر است. مشاور مهندس موسوی در گفتگویی با جرس آشکار شدن شکاف‌ها و دلمه‌های چرکین حاکمیت را ثمره دستاورد بزرگ جنبش سبز می‌داند و تأکید می‌کند مبارزه مدنی و اجتماعی یک مبارزه طولانی و توأم با آگاهی بخشی است. جاوید قربان‌اغلی مسئول کمیته سیاست خارجی ستاد مهندس موسوی درباره کودتای انتخاباتی سال 88 و واکنش اولیه مهندس موسوی میگوید آقای موسوی اعتقاد داشت به اینکه مهندسی انتخابات شده و تقلب گسترده‌ای شکل گرفته و یا باید انتخابات تجدید شود و یا اینکه تمام آرایی که به صندوق ریخته شده بود به نظارت یک هیئت بی‌طرف بازشماری شود، آن هم با تطبیق با کارت ملی رای دهندگان. این را شورای نگهبان نپذیرفت و مهندس موسوی هم زیر بار نرفت. مشاور مهندس موسوی سازوکار ناقص انتخابات که ناظر و مجری و داور همگی یک نهاد انتصابی است را نشان از سیستم بیماری می‌داند که باید اصلاح شود. او شورای نگهبان را
پای تخلفات بزرگ در انتخابات و حمایت از برخی جریانات سیاسی برمی شمارد و این نظارت را ویران کننده و مخدوش کننده انتخابات ارزیابی می کند. آقای قربان اغلی تنها راه حل حاکمیت برای برون رفت از بحران کنونی را برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت کمیسیونی مستقل فارغ از وابستگی های حزبی و مداخله ارگان های دولتی و برخواسته از مصلحین کشور می داند. او با اشاره به راهپیمایی سکوت در 22 خرداد ماه امسال جنبش سبز را زنده و انکارناپذیر قلمداد و تصریح می کند، عده‌ای با سکوت به خیابان می آیند و این حجم وسیع از نیروهای نظامی و لباس شخصی و گارد میشه برای مقابله با سکوت مردم بسیج می شوند. همه اینها نشان دهنده این است که نظام در چه شرایط ترس و لرزی به سر می برد. مسئول کمیته سیاست خارجی ستاد مهندس موسوی شورای هماهنگی راه سبز امید را نتیجه اضطرار و در فقدان رهبران اصلی جنبش ضروری ارزیابی و هدف از آن را ایجاد هماهنگی برای تداوم مبارزه مدنی قلمداد می‌کند. او مهمترین کار جنبش و شورای سبز امید را مسئله آگاهی بخشی می‌داند و اینکه مردم برای استیفای حقوق خودشان آگاه شوند. عملکرد صدا و سیما رنجی تحمل ناشدنی و بغضی کشنده بر جامعه تحمیل کرد. گزارش محرمانه اداری کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما تحت عنوان آسیب شناسی رفتار صدا و سیما و اعتماد مخاطبان به آن قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، عملکرد رسانه ملی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و به نوعی حضور مردم در خیابان‌ها را واکنشی به نحوه پوشش اخبار انتخابات، واکنشی به چگونگی شمارش آرا و انعکاس آن و در نهایت عدم پوشش واکنش معترضان مرتبط دانسته است. به گزارش تارنمای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در بخشی از این گزارش که تنها نزدیک به 3 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تهیه شده و مهر محرمانه برخورد دارد، چگونگی شمارش آرا و دستیابی به نتایج اولیه و انعکاس آن با این سرعت را برای بسیاری از مردم ابهام آفرین خوانده و در گزارشش آورده است، انتشار زود هنگام نتایج انتخابات پیش از آماده سازی ذهن مردم یکی از خطاهای رسانه ملی در اطلاع رسانی پس از انتخابات بود. با توجه به پایان زمان رأی‌گیری در ساعت 22 شب 22 خرداد و اعلام نتایج اولیه، یعنی پس از شمارش 61% از صندوق‌های رأی در ساعت 2:47 دقیقه بامداد روز بعد، گویای پیروزی احمدی نژاد در انتخابات بود. گزارش تصریح کرده است که اعلام نتایج انتخابات با این سرعت تقریباً بی‌سابقه بود. این گزارش که ظاهراً برای مدیران صدا و سیما تهیه شده است، به صورت تلویحی عملکرد این سازمان از شب شمارش آرا تا روزهای بعد از آن را یکی از عوامل حضور مردم در خیابان‌ها و اعتراض به نتایج انتخابات می‌داند. این گزارش همچنین نوشته است که این تصور وجود داشت که مردم را صرفاً هیزم تنور انتخابات کردند، که این رنجی تحمل ناشدنی و بغضی کشنده است که برای کشور، انقلاب و نظام مطلوب نیست. اگر نامزدهای معترض این فرصت را می‌یافتند که مطالبات خود را در رسانه ملی به عنوان محرمترین جایگاه مطرح کنند، طبیعتاً از شدت خشم و عصبانیت مردم کاسته می‌شد و حجم اعتراضات خیابانی و در پی آن اغتشاشات و درگیری‌ها تقلیل می‌یافت. متن کامل این گزارش محرمانه در سایت‌های سبز انتشار یافته است. گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزیده شد. طبق تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، احمد شهید وزیر امور خارجه پیشین مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزیده شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در 4 فروردین ماه امسال برابر با 24 مارس به پیشنهاد ایالات متحده منصب جدیدی را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران ایجاد کرد. این شورا که 47 عضو دارد، از سرکوب مخالفان و همچنین افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری مقامات ایرانی با گزارشگر منتخب آن شده است. لازم به ذکر است از سال 2005 تا کنون ایران به نمایندگان سازمان ملل اجازه نداده بود
برای بررسی اوضاع حقوق بشر به کشور ما بیایند. 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندانی اوین اعتصاب غذای نامحدود کردند. 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به شهادت 2 نفر از زندانیان سیاسی هدا صابر و حال صحابی از صبح روز شنبه 28 خرداد ماه وارد اعتصاب غذای نامحدود شدند. آنها در بیانیه‌ای که به وسیله یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین در اختیار کلمه قرار گرفته است، ضمن گرامی داشته یاد همه شهدای راه میهن و آزادی اعلام کردند که همزمان با روزهای گرامی داشته شهدای جنبش از ندا تا حاله و از سهراب تا صابر اعتصاب غذای خود را آغاز می کنند. در بخشی از این بیانیه آمده است: ملت ما قربانیان و شهدای بسیاری را در همه این سالها در راه دفاع از میهن و آزادی نثار کرده است، اما جنبش سبز ملت ایران نقطه عطف بزرگی در این راه بود که ده ها شهید از ندا تا حاله و از سهراب تا صابر را تقدیم کرد و در کنار آن ده ها معلول زمینگیر شده و صدها زندانی بیگناه با احکام ناعادلانه مواجه شدند که در روند صدور این احکام بسیاری از بندهای قوانین اساسی، آیین دادرسی و حقوق شهروندی نقض شده است. به امید آنکه جنبش مسالمت‌آمیز ایران پویاتر و از تکرار چنین فجایعی پیشگیری شود، اعتصاب غذای خود را اعلام می‌کنیم. بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه، عبدالله مؤمنی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این بخش با اخبار کوتاه در خدمت شما هستم. نسبت به وضعیت سعید نعیمی، عضو ادوار تحکیم وحدت، ابراز نگرانی شد. با گذشت بیش از 2 هفته از بازداشت این عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش‌آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت و کماکان بیخبری از وضعیت وی، خانواده این فعال سابق دانشجویی از وضعیت سلامتیش به شدت ابراز نگرانی کردند. شایان ذکر است که مأموران امنیتی در هنگام بازداشت سعید نعیمی علی‌رغم اصرار همسر او از همبار بردن داروهایش خودداری کردند. این در حالی است که وکیل سعید نعیمی نیز از عدم امکان دسترسی به او و پرونده‌اش خبر داده است. میلاد اسدی به زندان بازگشت. میلاد اسدی فعال دانشجویی و زندانیان حوادث بعد از انتخابات پس از 1 مرخصی 3 روزه دیروز عصر به زندان اوین بازگشت. بر اساس خبرهای کلمه، دادستانی تهران به میلاد برای حضور در امتحانات دانشگاهیش مرخصی داده بود، اما قبل از اینکه امتحانش به پایان برسد با عدم تمدید مرخصی 3 روزه مجبور به بازگشت به زندان شد. میلاد اسدی یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت است که پس از اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری دهم در 9 آذر 88 دستگیر و پس از چندین ماه زندان انفرادی به 7 سال زندان محکوم شد. این حکم بعد به 5 سال تقلیل پیدا کرد. دومین سالگرد شهادت کیانوش آسا برگزار شد. مراسم سوگواری دومین سالگرد کیانوش آسا از جانباختگان راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 خرداد ماه 88 با وجود فشارها و ممانعت‌های فراوان نهادهای امنیتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 خرداد ماه با حضور خانواده و دوستان این شهید برگزار شد. یکی از بستگان نزدیک شهید سانه جاله هم از جانباختگان تظاهرات مردمی 25 بهمن به نمایندگی از خانواده خود در این مراسم حضور پیدا کرد و با ابراز همدردی با خانواده شهید کیانوش آسا به شرح ماجرای به شهادت رسیدن سانه و آنچه در این مدت بر سر خانواده داغ دیده او رفته است پرداخت. مراسم سالگشت شهادت کیانوش آسا با تنبور نوازی و شعرخوانی تعدادی از شعرای کرمانشاه که اشعار خود را برای کیانوش و در سوی او سروده بودند پایان یافت.
مراسم گرامی داشت دومین سالگرد شهادت داوود صدری و بهمن جنابی از شهدای جنبش سبز هم برگزار شد. در ادامه برگزاری مراسم سالگشت شهدای جنبش سبز، خانواده، دوستان و اقوام داوود صدری از شهدای جنبش سبز بر سر مزار او در کرج گرد آمده و یاد او را گرامی داشتند. یادآور می شود شهید داوود صدری در جریان گلوله باران مردم از سوی یکی از پایگاه‌های بسیج در روز 25 خرداد ماه 88 به شهادت رسید که رسانه‌های حکومتی ابتدا او را بسیجی معرفی کردند، اما پدر داوود صدری در مصاحبه اعلام کرد که پسرم بسیجی نبود و لباس شخصی‌ها را عامل قتل پسرش دانست که از بالای پشت بام پایگاه بسیج مقداد به سمت مردم شلیک می‌کردند. همچنین به گزارش جرس، مراسم گرامی داشت دومین سال روز شهادت بهمن جنابی، شهید 19 ساله جنبش سبز نیز روز جمعه در بهشت زهرای تهران برگزار شد. خانواده شهید هدی صابر خواستار پایان اعتصاب قضای خدایی، صادقی و شاهرضایی شدند. به دنبال اعتصاب قضای مهدی خدایی، آرش صادقی و احمد شاهرضایی در اعتراض به شهادت هدی صابر، خانواده این شهید خواستار پایان اعتصاب قضای این زندانیان شدند. به گزارش جرس، خانواده صابر در نامه‌ای با ابراز نگرانی از اعتصاب قضای آنان خواستار این شدند که به اعتصاب قضایشان پایان دهند. و اما سید حسن خمینی با خانواده مرحوم ناصر حجازی در روز پدر دیدار و ابراز همدردی کرد. در ادامه ابراز همدردی های شخصیت های مردمی و ملی کشور با خانواده مرحوم ناصر حجازی، قهرمان با اخلاق و اسطوره ورزشی کشور، سید حسن خمینی عصر روز پنجشنبه و همزمان با روز پدر با حضور در منزل آن مرحوم با خانواده وی ابراز همدردی کرد. در این دیدار که همسر و فرزند مرحوم ناصر حجازی و همچنین آیت الله موسوی بجنوردی حضور داشتند، نوه رهبر فقید جمهوری اسلامی که به در مرحوم او یعنی سید احمد خمینی از فوتبال دوستان کشور بود، ضمن تجلیل از دوران بازیگری و همچنین خدمات و افتخارات مرحوم حجازی، از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحوم را خواستار شد. یک روز انتخابات، دو سال بحران، هنوز رأی ها رو نشمرده بودن، بازداشت ها شروع شد. 22 خرداد 88، چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر. دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان رفتند. شکنجه، تجاوز، قتل. برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت میکنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم. چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها. من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسا. و در ادامه، علی مطهری گفت حمایت کور و متعصبانه احمدی نژاد را مغرور کرد. محاکمه علی نجاتی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه، اجرای حکم شلاق معترضین به خشک شدن دریاچه ارومیه و خودداری چین از اجرای قرارداد چند میلیاردی نفتی با ایران. علی مطهری گفت امثال حسینیان با حمایت کور و متعصبانه احمدی نژاد را مغرور کردند. مطهری گفته است افرادی مانند حسینیان که با حمایت کور و تعصب‌آلود خود از دولت در طول 3 سال گذشته، علی‌رغم فریادهای امثال بنده مبنی بر وجود انحرافات فکری در دولت مانند لیبرالیسم فرهنگی و مسئله مکتب ایران و احساس خودکفایی در شناخت اسلام و بی‌نیازی از روحانیت، همگی موجب رشد جریان انحرافی و غرور آقای احمدی نژاد شدند و مسبب وضع امروز هستند. اینها امروز باید شرمنده باشند، ولی می‌بینیم طلبکارند و برای دیگران حکم صادر می‌کنند. علی مطهری پس از دیداری که با روحانیون مجلس داشت، بر ارائه سریع‌تر طرح سوال از احمدی نژاد به هیئت رئیسه مجلس مصمم شد و تأکید کرد که نباید این اقدام را به معنای تضعیف دولت و رئیس جمهور تلقی کرد، بلکه فرصتی است که احمدی نژاد می‌تواند منطق خود را مطرح کند.
علی مطهری همچنین در مورد توقیف هفته‌نامه حمید رسایی گفته است هفته‌نامه 9 دی تخلفات متعددی داشت و درج کاریکاتور روحانی یکی از این تخلفات بود. او افزوده است هیئت نظارت بر مطبوعات در این دوره به نشریات اصلاح طلب و اصولگرا به یک چشم نگاه می‌کند و اینطور نیست که نشریات موسوم به اصولگرا در حاشیه امر قرار داشته باشند. علی نجاتی فعال کارگری محاکمه شد. علی نجاتی که از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه است در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر شهر اهواز مورد محاکمه قرار گرفت. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، علی نجاتی در این دادگاه ضمن رد اتهامات خود بارها به قاضی تأکید و یادآوری کرد که این اتهامات که به او نسبت داده می‌شود تکراری بوده و او یک بار بر اساس همین موارد اتهامی و بدون دلیل محکوم به حبس شده و مدت 6 ماه را در زندان گذرانده است. با این حال در پایان جلسه دادرسی قاضی دادگاه قصد بازداشت مجدد این فعال کارگری را داشته، اما به دلیل اینکه قرار کفالتی از قبل در پرونده نجاتی موجود بوده و کماکان اعتبار داشته است، قاضی موفق به بازداشتش نمی شود و به طور مشروط و با همان قرار کفالت پیشین آزاد می شود. حکم شلاق معترضین به خشک شدن دریاچه ارومیه اجرا شد. حکم 20 ضربه شلاق و پرداخت 300 هزار تومان جریمه نقدی از سوی دادگاه تبریز برای 3 تن از فعالین بازداشت شده در میتینگ اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه روز 25 خرداد ماه اجرا شده است. به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی در 13 فروردین ماه امسال حدود 70 نفر از معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه را که در جریان یک میتینگی که ترتیب داده بودند حضور داشتند، دستگیر کردند و برای 5 تن از بازداشت شدگان، حبیب پورولی، جلیل علمدار میلانی، حجت مختارزاده، علی سلیمی و سعید سیامی به اتهام تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی پرونده قضایی تشکیل دادند. موسی برزین خلیفه‌لو وکیل این فعال مدنی گفته است که در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز هر 5 فعال نامبرده به اتهام تبانی و اجتماع به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. چین از اجرای قرارداد چند میلیاردی نفتی با ایران خودداری کرده است. با گذشت بیش از 2 سال از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت چینی، این شرکت با وقت‌کشی هنوز توسعه این پروژه مشترک گازی را آغاز نکرده و احتمال تعلیق این قرارداد 5 میلیارد دلاری را قوت بخشیده است. به گزارش خبرگزاری مه، پس از اولتیماتوم‌های ایران به توتال فرانسه، پتروناس مالزی، شل انگلیسی، گازپروم روسیه و شرکت‌های نفتی ترکیه، این بار نوبت به CNPC چین رسیده است که به دلیل وقت‌کشی و تأخیر در توزیع فازهای پارس جنوبی از وزارت نفت کارت زرد دریافت کند. شرکت ملی نفت ایران و CNPC چین 730 روز قبل قراردادی به ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار برای توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی امضا کردند و با وجود گذشت بیش از 2 سال این شرکت چینی هنوز عملیات توسعه این پروژه مشترک گازی را در اصلویه آغاز نکرده است. بر اساس این گزارش در شرایط فعلی با بدقولی و تأخیر شرکت‌های چینی فقط به فاز 11 محدود نمی‌شود، بلکه سینوک چین هم تاکنون قرارداد 15 میلیارد دلاری طرح توسعه میدان پارس شمالی را آغاز نکرده است. پیرامون گزارش محرمانه معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما درباره آسیب شناسی عملکرد این سازمان و مسئله اعتماد مخاطبان در حوادث بعد از انتخابات به صدا و سیما، گفتگویی داریم با امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا. دعوت می‌کنم این گفتگو رو بشنوید.
گزارش محرمانه‌ای که تهیه شده در معاونت سیاسی صدا و سیما در مورد رفتار این رسانه در زمان انتخابات دارای سرفصل‌های مختلفیه. آقای معماریان، مهمترین اطلاعاتی که در این گزارش ذکر شده چیا هستن؟ به نظر من تکون دهنده ترین موضوعی که در این گزارش مطرح شده این هستش که این رسانه ملی یکی از عواملی بوده که مردم تحریک شدن و به خیابان‌ها آمدن، نه خلاف روایت رسمی حکومت که سران به هر حال اصلاح طلب و کاندید ریاست جمهوری رو عامل این مسئله میدونه، هرچند به هر حال موضوعی که مردم رو به خیابان کشون موضوع تقلب بود که در این گزارش بهش اشاره نشده. در گزارش تصریح شده که نحوه اعلام نتایج در صدا و سیما بی سابقه بوده و به طور مشخص گفته شده که نحوه اعلام نتایج باعث ایجاد تردید در مردم شده و اینو ازش نگذشت. به نظر من یکی از موضوعاتی که به صورت خیلی ظریف مطرح شده و از اون گذشت شده این هستش که اشاره میشه به این که نتایج انتخابات بسیار سریع اعلام شد و به نحوی اعلام شد که برای مردم تردید ایجاد کرد و توصیه شده در بخشی از این گزارش که باید مقامات صدا و سیما یک جوری مردم آماده می‌کردن. هرچند وارد جزئیات نمیشه که بعد چجوری آماده میکردن و چه دلیلی داشت که مردم آماده بشن. تصریح میشه که اون اتفاق که در 22 خرداد رخ داد اتفاق جدیدی بودش، ولی همه جدید بود و اون خشم مردم خشم به هر حال طبیعی بودش. و در اون آخر گزارش یک اشاره خیلی تکون دهنده‌ای داره به این که اون چیزی که اتفاق افتاده در مردم یک خشم عمیقی ایجاد کرده که برای نظام مفید نخواهد بود. توجه بکنیم که این گزارش 3 ماه بعد از انتخابات منتشر شده، که به حال چون که گزارش توسط صدا و سیما منتشر شده این موضوع که تقلب بود یا نه مطرح نشده، ولی شکل ماجرا رو به هر حال روش صحبت کرده. مدیریت صدا و سیما در زمان انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 کاملا همسو با محمود احمدی نژاد بود. چرا باید در داخل صدا و سیما با این گرایش سیاسی مشخص چنین گزارش انتقادآمیز و افشاگرانه ای تهیه بشه؟ به هر حال توجه بکنید که صدا و سیما دستگاه عریض و طبیعی هست، یک بدنه کارشناسی داره و در این رسانه به هر حال ما دو تا مرحله رو می‌بینیم که قبل از انتخابات هستش که منازعه‌ها رو ما مشاهدهش هستیم، ولی بعد از انتخابات به هر حال اینا نظرسنجی می‌کنن، می‌بینن که مردم به سمت رسانه خارجی گرایش خیلی شدید داشتن و اعتمادشون از روی رسانه ملی کاملا برداشته شد. بنابراین گزارش داره به طور عمده می‌پردازه به ضعف‌های رسانه‌ای به رخ داده و بعد چیزی رو پوشش داده، ولی در این بین به موارد اشاره می‌کنه که به نظر من در خودش بسیار جالب هست و از جمله این که به هر حال هیچ اشاره‌ای به چیزی که بهش اختشاشگران میگن نمی‌کنه. و ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما رو همراهی کردید. تا فردا شب، خدا یار نگهدارتون.